خیام و آن دروغ دلاویز، نوشته هوشنگ معین‌زاده. قسمت دوم. بلال حبشی. همچنان می رفت تا بانگ اذان به گوشش رسید. با شنیدن صدای الله اکبر بی اختیار در کنار جوی آبی وضو گرفت و به نماز ایستاد. هنوز در حال و هوای نماز بود که مرد سیاه پوستی از کنارش گذشت. صدای ناموزون اذانی که شنیده بود و دیدار سیاه پوست عابر او را به فکر انداخت که نکند این همان بلال حبشی معروف باشد. باور حاج رجب این بود که تنها مردمان بلادهایی مثل حبشه می توانند این طور نامفهوم و ناموزون از آن بگویند. از این رو خودش را به رهگذر رسانید و سرمست از مکاشفه خیش گفت: مرحبا، مرحبا به بلال الحبشی. سیاه پوست با کمی تعجب و با لبخندی حاکی از مسرت پرسید: ای غریبه، تو کی هستی و نام مرا از کجا می دانی؟ یا بلال، کیست که مسلمان باشد و تو را نشناسد؟ همه مؤمنان می دانند که یکی از پایه‌های شریعت اسلام بر مقام و مرتبت تو نهاده شده است. آیا این ضرب المثل را نشنیده ای که می گوید در اسلام بین بلال حبشی و سید قریشی فرقی نیست؟ با شنیدن این جمله، بلال حبشی با دو دست زیر شکم چاق و گندش را گرفت و قاه قاه شروع به خندیدن کرد. حالا نخند کی بخند. و چون حاج رجب را متعجب دید، خنده کنان گفت: ای آدم ساده و خوش باور که نمیدانم کیستی و از کجایی. هیچ وقت این حرف ها را باور نکن، هیچ وقت. کسی که گفته در اسلام بین بلال حبشی و سید قریشی فرقی نیست، هدفش فقط جلب رضای دل امثال من احمق و گول زدن امثال توی ساده لوح بود و لاغیر. چطور میان من سیاه حبشی و سید قریشی فرقی نیست؟ مگر چنین چیزی شدنیست؟ ببین، کاری به دوران پیغمبر اسلام ندارم که حتی در تقسیم غنایم نیست سهم من و امثال من و دیگر عرب ها از سهم آل قریش کمتر بود. آنقدر کمتر که بارها بر سر تقسیم غنایم اختلاف و جنگ و جدال پیش می آمد. آیا داستان سقیف بنی ساعده را نشنیده ای؟ نمی دانی که ابو بکر در جمع انصار و مهاجر و صحابه پیغمبر گفت خلافت و میراث پیغمبر از آن آل قریش است. اگر غیر از آن شود، همه دستاورده های من برباد خواهد رفت. و دیدی که چطور حرف ابو بکر به کرسی نشست؟ آیا دلیلی بهتر از این برای بیپای بودن برابری و برادری در اسلام پیدا می کنی؟ آیا بین بلال حبشی و سید قریشی فرقی بیشتر از این می تواند باشد که آل قریش خلافت و سروری و آقایی را فقط از آن خود می دانست و آن را حتی از انصار که باعث و بانی پایگیری اسلام شده بودند دریغ کرد؟ از آن گذشته، مگر نمی دانی در طول چند صد سالی که اعراب به اسم اسلام حکومت کردند، حتی یک نفر سیاه حبشی و یا غلامی از سایر بلاد، حتی اهل مکه و مدینه نیز به خلافت نرسیدند و تنها و تنها آل قریش بودند که در تمام آن دوران حکومت و آقایی و سروری کردند. هیچ فکر کرده ای علاوه بر ابوبکر و عمر و عثمان و علی، یعنی خلفای راشدین که هر چهار نفر از سران به نام قریش بودند، بنی امیه و بنی عباس هم از همین ایل و آل و طایفه بودند؟ حاج رجب حیرت زده پرسید: ای بلال، میخواهی بگویی در صدر اسلام هم از برابری و برادری اسلامی خبری نبوده؟ میخواهی بگویی که قصد و غرض بانی این آیین هم حکومت و سروری کردن بوده؟ میخواهی بگویی که آن موقع هم مثل امروز به نام اسلام و خدا مردم را فریب میدادند تا به ثروت و قدرت و حکومت برسند؟ و
بلال حرفش را برید و با خنده گفت: وقتی که خود صاحب به دنبال سروری و حکومت بوده است، دیگر از بازماندگان او چه انتظاری داری؟ من تعجب میکنم که چطور بعد از گذشت این همه ایام و روشن شدن همه قضایا، هنوز هم شما مردمان ساده دل فریبان حرفها را میخورید. ببین غریبه، آن روزها اگر بلال حبشی ها فریب خوردند، علتش این بود که برای اولین بار حرفهایی در مورد برادری و برابری میشنیدند و سخنان شارع اسلام برایشان تازگی داشت. ولی شما چرا؟ شما که تجربه تلخ ده ها قرن را پشت سر داشتید و شنیدید و دیدید که تحت لوای برابری و برادری اسلامی و مساوات چه مصیبت هایی بر سر بندگان خدا آوردند، شما چرا دلتان را به این شعارها خوش کردید آخر؟ بلال که سخت متاثر شده بود اضافه کرد: ای مرد، میبینی که من در این دنیا هم از آن میگویم. میدانی از آن گفتن یعنی چه؟ میدانی یا برایت بگویم؟ ببین، برای از آن گفتن چند مشکل وجود دارد. نخست اینکه باید روزی چند بار خودت را به مسجد برسانی و از مناره آن بالا بروی. این کار سخت و خسته کنند و طاقت فرساییست و کمتر کسی تن به آن میدهد. دوم اینکه فریاد زدن و از آن گفتن، آن هم با صدای بلند، باعث ورم و پارگی حنجره میشود. بنابراین روزانه چندین بار انجام چنین کار پررنج و مشقتی کار هیچ آدم عاقلی نیست. باید ساده لوحی مثل من پیدا شود که تن به آن بدهد. و چه کسی ساده لوح تر از بلال سیاه حبشی که نه تنها از سادات قریش نیست، بلکه افتخار عرب بودن را هم ندارد. سوم اینکه از آن گفتن تکرار شعاری است که نه برای گویندش سودی دارد، نه برای شنوندگانش بهره‌ای. از این رو کمتر کسی پیدا می شود که مجانی و بدون چشم داشت حاضر به انجام چنین کار بی ثمری باشد. و در نهایت شنیدن وصف بزرگی و آقایی علمدار آل قریش از زبان دیگران همواره خوشایند اعراب بوده است، زیرا آنها هم این ترفند را آموخته بودند که خودشان از خودشان تعریف نکنند و این مختصر تبلیغات را بر عهده مؤذنان حبشی و دیگران بگذارند، نه قریشی ها و اعراب. حاج رجب که تحت تأثیر حرفهای بلال قرار گرفته بود پرسید: ای بلال، حال که میدانی از آن گفتن اینقدر دشوار و بی ثمر است، پس چرا هنوز هم با آن مشغولی؟ راست میگویی غریبه، ولی چه کنم؟ این کار برای من یک وظیفه بود که به مرور به صورت عادت در آمد و همه شهرت من هم در همین از آن گفتن است. اما از آن گفتن در بهشت با صدا و لهجه نچندان گوش نواز حبشی در حقیقت نوعی انتقام گیری از آنهایی است که سر امثال مرا شیر مالیده بودند. لابد میدانی اینجا همه آزادند. من هم با استفاده از این آزادی و گفتن چند نوبت از آن در شبانه روز، آنهایی را که با تمسک جستن به این شعار روزگار مردم را سیاه کرده بودند، از خواب خوش بیدار میکنم. از خوابی که بهترین و شیرین ترین نعمت خدا و تنها چاره بلا تکلیفی ساکنان بهشت است. آری دوست من، اذان بلال حبشی آرامش زندگی شنوندگانش را در بهشت خدا به هم می‌ریزد. یعنی بلال چند بار آنها را از خواب خوش می‌پراند و دشنام و بد و بیراه گفتنشان را هم با طیب خاطر می‌شنود. من مخصوصاً در مکان‌های اذان می‌گویم که محل تجمع سران اعراب است، اعرابی که در حال حاضر بیش از هر چیز دیگری به خواب علاقه دارد. حاج رجب حیرت زده و از سر ناباوری گفت: پس تو مأمور عذاب عرب هایی؟ بله، و برای همین است که بعضی از آنها حاضرند حتی به جهنم بروند تا بانگ اذان مرا نشنوند. یادت باشد که جماعتی هم با زجر و رنج و مشقت بیخوابی را تحمل می کنند تا با صدای اذان چون منی از خواب نپرند. حاج رجب که در همین گشت و گذار چند روزه رو در روی پرسش‌های قرار گرفته بود که تجربیات هزار ساله بهشتی را به همراه داشت،
از بیم آنکه مبادا در ارکان ایمان و اعتقادش خلل تازه‌ای وارد آید، کوشید تا بحث با بلال حبشی را به مسیری دیگر بیاندازد. بی آنکه در موافقت با او نظری ابراز دارد پرسید: راستی ای بلال، از خود سید قریش چه خبر داری؟ تا آنجا که می دانم باید مثل همیشه در مسجد مشغول تلاوت فرقان یا همان قرآن باشد. بلال آنگاه با اشاره انگشت به خورشیدی که در مغرب بهشت پنهان می شد گفت: غریبه، با اینکه از صحبت کردن با تو لذت می برم ولی مجبورم بروم. هنگام اذان مغرب است، نمی خواهم اعراب از شنیدن آن محروم شوند. و با عجله به سمت مسجد دوید. با رفتن بلال، حاج رجب با خود گفت: بد نیست از احوال مردم قریش هم که به گفته بلال در همین حول و حوش به سر میبرند آگاه شوم. لذا مناره مسجد را دلیل راه گرفت و به سمت آن حرکت کرد. بزرگان صدر اسلام. حاج رجب پس از مدتی راه پیمایی وقتی به نزدیکی مسجد رسید، با تعجب صحن آن را خالی دید. اعراب زیادی در اطراف مسجد خفته بودند، به گونه ای که عبور از میانشان دشوار بود. آرام از میان خفتگان عبور کرد تا به در ورودی مسجد رسید. نخستین چشم اندازش مرد عربی بود که بر فراز منبر نشست و دست راست خود را تکیه‌گاه سرش ساخته و مشغول خواندن کتابی بود. ظاهرش با آنهایی که بیرون خوابیده بودند تفاوتی نداشت. چون جلوتر رفت، در هشتی مسجد مردانی 60-70 ساله را دید که مشغول بازی با سنگ ریزه ها بودند. سنگ های کوچک و صیقل داده شده که بی اختیار به یاد بازی یه قلدقل دوران کودکیش افتاد. خوشحال از دیدن مردان بیدار در جمع آن خفتگان به سویشان رفت. گفت: السلام علیکم. و علیکم السلام. مسلمانی از بلاد عجمم و علاقمندم پیغمبر اسلام را زیارت کنم. یکی از آن میان با صدایی بم و بی تفاوت گفت: من عمر پسر خطابم. و بعد با اشاره دیگران را معرفی کرد: ابو بکر صدیق، عباس ابن عبدالمطلب، ابو سفیان و خالد ابن ولید. عمر ابن خطاب پس از این معارفه بیدرنگ گفت: خوش آمدی مؤمن عجم، ولی رسم است وقتی که رسول اکرم در مسجدند کسی را ملاقات نمی کنند، به خصوص زمانی که به قرائت قرآن مشغول باشند. حاج رجب با تعجب و تردید پرسید: یا امیرالمومنین، آقایی که بالای منبر هستند پیغمبر اسلام هستند؟ پس می خواستی چه کسی باشد؟ چه کسی به جز رسول خدا؟ حاج رجب همین که از هویت صاحب منبر آگاه شد، با اشتیاق تمام مدتی مات و مبهوت غرق تماشای آخرین رسول خدا شد و از اینکه در چند قدمی پیغمبر خود قرار دارد خیشتن را سرشار از افتخار دید. آنقدر نگاه کرد و نگاه‌های مشتاق و پرسشگرش آنقدر طولانی شد که سرانجام عمر با بی‌حوصلگی به سخن در آمد و گفت: حالا که خوب تماشا کردی برو بذار به کارمون برسیم. حاج رجب نگاه از پیغمبر اسلام برداشت و پرسید: یا امیرالمومنین، پس ایشان کی اذن زیارت به پیروانشان میدهند؟ عمر با بیتفاوتی سری تکان داد و گفت: والا نمیدانم، حالا که چندین سال از کسی را ندیدند معلوم هم نیست تا کی میخواهند در تنهایی باشند. ابوبکر با مهربانی گفت: مؤمن، برو و چند سال دیگر برگرد. خالد ابن ولید همچنان که مشغول بازی و جیغ و داد بود گفت: نه بابا، دفعه قبل که به مسجد رفتند 20 سال تمام آنجا بودند، این بار هنوز 4 سال نشده، بهتر است بگویید 10-15 سال دیگر برگرد. و بعد هر 5 نفر به بازی مشغول شدند. حاج رجب پرسید: یا امیرالمومنین، مگر پیغمبر خدا کاری ندارند که این همه وقت در مسجد و دور از دیگران به سر میبرند؟ عمر با تعجب گفت: کار؟ کدام کار؟ مگر در این دنیا کاری هم هست؟ مگر توی بهشت هم باید کار کرد؟ نه مومن، ایشان هم مثل دیگران کاری ندارند،
اوقات بیکاری خود را صرف قرائت و تفسیر قرآن می کنند. اگر کار و وظیفه بود، این همه آدم اینجا و آنجا خواب نبودند. در این هنگام ابو سفیان با لبخند شیطنت آمیزی گفت: یا فاروق، بگو که مثل ما محمد هم به خاطر اذان بلال حبشی بیدار مانده است. بگو که محمد نمی تواند به بلال بگوید اذان نگو و نه با صدای گوش خراش اذان او می تواند بخوابد. بگو بگو، هزار بار هم که شده به این مؤمن عجم بگو که صدای نکری بلال حبشی باعث بیداری ما و محمد است. اینجا که دیگر جای تقیه و پنهانکاری نیست. عمر خشمگین از پرده دری و فاشگویی ابو سفیان در حضور یک مسلمان غیر عرب، آن هم از بلاد عجم، نعوذ بالله گفت و خواست از جا برخیزد و با ابو سفیان گلاویز شود که عباس مثل همیشه به داد ابو سفیان رسید و گفت: یا فاروق، منظور ابو سفیان این بود که رسول خدا نمی توانند هم صدای اذان را بشنوند و هم بخوابند. ابو سفیان که معلوم بود در بهشت خدا برای حرف هیچ کس حتی عمر ابن خطاب هم تره خورد نمی کند، با عصبانیت گفت: نه آقا جان، منظور من این نبود که عباس می گوید. حرف من این است که بلال ناکس دارد همه اعراب و به خصوص قریشیان را آزار می دهد. هم او و هم ما می دانیم که صدای این غلام حبشی آن هم به هنگام خواب چقدر آزار دهنده است. این بابا به خود من گفته که دارد از کسانی که او را فریب دادند انتقام می گیرد. هیچ فکر کرده چه کسی او را فریب داده؟ مطمئنن من و اولاد من به دنبال فریب یک برده نبودیم، بلکه کلی هم زحمت کشیدیم و جنگیدیم تا او و دیگران را سر عقل بیاوریم که نیامدند. پس باید دید چه کسانی او و امثال او را فریب دادند. عمر خشمگین و عصبانی خواست چیزی بگوید که ابوبکر گفت: بیهوده عصبانی نشوید، هر چه که بوده گذشته است، مطرح کردنش هم دیگر فایده ندارد. آنچه مسلم است همه ما کوچک و بزرگ هم فرقی نمی کند، از نمد اسلام کلاهی داشته ایم. همینطور بازماندگانمان، چرا می خواهید میان خودمان اختلاف بیفتد و دشمنان به ریشمان بخندند؟ بلال یک برده بود. درست است که پیغمبر اکرم از آن گفتن را بر عهده او گذاشت، ولی این دلیل آن نیست که او اینجا هم با همون انکرالاسواد خواب را بر همه حرام کند. من اگر به جای ابو سفیان بودم، در عوض خالی کردن دقدلی های گذشته، مشتی محکم به دهان زشت بلال میکوبیدم که این چنین همه ما را از خواب خوش و استراحت محروم نکند. حاج رجب با دیدن اختلافات سران قریش برای خاتمه دادن به کشمکش های لفظی آنان گفت: یا امیرالمومنین، مگر رسول خدا نباید پیش خدا باشند و به کار پیروانشان بپردازند؟ عمر که سخت از ماجرا خشمگین و از خرفتی حاج رجب هم حوصله‌اش سر رفته بود، با عصبانیت جواب داد: پدر آمرزیده، به کدام کار پیروانش؟ شفاعت کردن، رحمت طلبیدن، آمرزش خواستن برای مسلمانان؟ عمر خنده تمسخرآمیز کرد و گفت: مثل اینکه آخوندهای شیعه پاک مغزت را خوردن. آخر پدر آمرزیده، مگر دستگاه خدا دکان بقالی است که با او بشود چانه زد؟ کار خدا که بی حساب و کتاب نیست تا هر کسی در آن دخالت کند. نه برادر، پیغمبر خدا کار و وظیفش فقط به آن دنیا مربوط می شد. در این دنیا ایشان هم مثل ما هیچ کاری ندارند، حتی خدا را هم ندیدند و به همین دلیل ترجیح می دهند برای رفع بیکاری قرآن بخوانند و تفسیر بنویسند. یعنی می فرمایید پیغمبر خدا هم قرآن تفسیر می کنند؟ اگر تفسیر نکنند چه کنند؟ از بس که این و آن تفسیرهای جور و جور درباره مطالب ساده قرآن نوشتند که خود پیغمبر هم به صرافت افتاد تا بر نوشتش تفسیر بنویسد، تا شاید به این وسیله جلوی تعبیر و تفسیرهای دل بخواه را بگیرد. حاج رجب خواست دوباره حرفی بزند که عمر با تشر گفت: کافیست، برو برو رد کارد.
اگر چند سال دیگر گذارت به این طرف ها افتاد، سری به مسجد بزن. شاید پیغمبر اکرم از تنهایی خسته شده باشند و بخواهند با پیروانشان دیدار و گفتگو کنند. حاج رجب نگاهی تأسف‌بار به این بزرگان صدر اسلام انداخت و خدمات هر یک را در شکل گیری و گسترش اسلام به خاطر آورد. به یاد جنگ‌های ابو سفیان با پیغمبر اسلام و رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی خالد ابن ولید در جنگ‌ها افتاد. از خود پرسید این یکی چرا به بهشت آمده است؟ سرگذشت جنایات و تجاوزهای جهنمی این سردار قاضی تناسبی با این پاداش بهشتی ندارد؟ مگر او همانی نیست که میزبانش را کشت و همان شب با زنش هم بستر شد؟ مگر به ما گفته نشد که ابو سفیان با محمد فقط بیعت کرد ولی هرگز حاضر نشد به رسالت او شهادت بدهد؟ و راه افتاد. بلقیس و شاه غلام. بعد از چند روز راه پیمایی حاج رجب به دشتی مصفا رسید که در زیر تابش مطبوع آفتاب بهشت جماعتی کولیوار گرده هم آمد و به شادی و پایکوبی و رقص و آواز مشغول بودند. با خود گفت بروم و در شادی این کولیان شرکت کنم، شاید غم و غصه هایم را فراموش کنم. با این نیت خود را به آن جمع رسانید. دیدن شادی و شور و شعف آن جماعت به هیجانش آورده بود و از آن همه دلزندگی و شادمانی دستخوش لذتی کم نظیر شده بود، لذتی که روزگاری رویای بهشت آیندهش را می ساخت. اما هنوز شور آن همه لذت به درستی در کامش ننشسته بود که با دیدن رقاصه لولیوش جمع زنده دلان آه از نهادش برخاست. رقاصه خواهرش بلقیس بود. از پیدا کردن خواهرش خوشحال بود، ولی دیدن رقص هوس‌انگیز او در میان غریبه ها و نامحرمان آزارش می داد. آزاری که از غیرت برادریش برمی خواست. با این همه او تجربه‌ای با خود داشت. تجربه دیدار همسرش را در بهشت و با آن حال و روز. شاید به همین سبب بود که تصمیم گرفت بدون تأمل دست به کاری نزند و کمی مدارا پیشه کند. بنابراین مدتی مشغول تماشای رقص بلقیس شد و چون رقص به پایان رسید با ناباوری دید که بلقیس چگونه خود را شادمانه در آغوش مرد نوازنده انداخت. کاری از دست حاج رجب بر نمی آمد جز اینکه آن صحنه دلازار را نگاه کند. اما ظاهراً آن همه شادی اولیه باید با مصیبتی دیگر همراه می شد. این مصیبت هنگامی کام او را تلخ‌تر کرد و نفسش را بند آورد که دید مرد نوازنده کسی نیست جز شاه غلام نوکر خانزاد خانه خودشان. تا شد و به زمین نشست. به خاطرش نمی آمد که شاه غلام از چه وقت و از چه سنی به عنوان بچه نوکر به خانه آنها آمده بود. تا به یاد می آورد او را همیشه در خانه پدری دیده بود. خاطرات گذشته برایش زنده شد. یادش آمد چگونه وقتی خواهرش بلقیس در تصادف اتومبیل درگذشت شاه غلام عشق میریخت و بیتابی میکرد. آن گریه و بیتابی ها حالا داشت معنای خودش را پیدا میکرد و چه ساده دل بودند اکثر افراد خانواده که گریه های جگرخراش شاه غلام را در آن روزها به معنای عاطفه، محبت و حقشناسی او نسبت به اعضای خانواده اربابش گرفته بودند. شاید اگر چند ماه بعد شاه غلام که سن و سالی هم نداشت به مرض بیعلاجی مبتلا نمی گردید و نمی مرد، این راز و رسوایی هم برملا می شد و آن حدس و گمانهای خوشخیالانه هم از میان می رفت. اما به هر حال مرگ زودرس شاه غلام باعث پنهان ماندن این راز شد. ولی راستی حالا چطور در بهشت خدا اینها به هم رسیدند؟ حاج رجب با شناخت شاه غلام و یادآوری خاطرات گذشته طاقت از دست داد و با شتاب خود را به کنار آن دو دل داده رسانید و با خشمی که همگان دیدند دست خواهرش را گرفت و او را نیمه برهنه از آغوش شاه غلام بیرون کشید و فریاد زد بلقیس خجالت نمی کشی که جلوی چشم مردم غریبه این طور با بی حیایی توی بغل این مرد بی صفت ولو شدی؟ بلقیس با شگفتی و حیرت ناشی از غافلگیری به برادرش نگریست. خودش بود، داداش رجب بود.
فریادی از خوشحالی کشید و با شعف و شادی به آغوشش پرید و گفت: داداش رجب جان، داداش رجب جان، کی آمدید؟ شما چطور بهشتی شدید؟ بلقیس همچنان که دستخوش هیجان و حیرت بود با شادمانی اضافه کرد: چه خوب شد که شما هم به بهشت اومدید داداش. این را گفت و خنده شادمانش جایش را به گریه های شوق داد. حاج رجب که این بیشرافتی را از نوکر خانزادشان انتظار نداشت و خواهرش را هم نمیتوانست به گناه آنچه که دیده بود ببخشاید، با خشم و غضب به شاه غلام گفت: نامرد، دست کم میخواستی حرمت نان و نمک ما را نگه داری. چطور به خودت اجازه میدهی به ناموس و شرف اربابت خیانت کنی؟ شاه غلام بهت زد و بدون هیچ واکنشی ملامت و سرزنش های حاج رجب را میشنید و دم بر نمی آورد. اما طاقت بلقیس طاق شد و حالا نوبت او بود که برای رهایی از آنچه که رخ داده بود چاره بیندیشد. بلقیس با آنکه تحمل شنیدن آن همه بد و بیراه و ناسزا نسبت به خودش و شاه غلام را نداشت، لذت دیدار برادر را هم نمیخواست از دست بدهد. سرانجام با خواهش و تمنا و التماس برادر را کمی آرام ساخت و از او خواست به گوشه دنجی بروند و درباره همه آنچه که پیش آمده بود صحبت کند. باز هم حاج رجب آغازگر بود: خواهر، آخر قباحت دارد، تو شوهر داری، صاحب 3 فرزند و 5 نوه هستی، شوهرت هنوز که هنوز است شب و روز به فکر توست، همیشه برایت عزاداری برپا میکند، آخر چطور تن به این عمل شرم آور دادی؟ چطور به شرف و آبروی خانوادگی ما و شوهرت پشت پا زدی؟ بلقیس هر قدر بیشتر توضیح میداد که داداش، اینجا بهشت است، وقتی که آدم مرد همه قراردادهای دنیای خاکی از میان میرود، خواست و اراده خداوند این است که اینجا بندگانش آزاد باشند و آزادانه با هر کس که دوست دارند معاشرت کنند. اینجا هیچ نوع قید و بندی وجود ندارد و همه فارغ از رسم و رسوم دنیای خاکی هستند. کمتر به گوش حاج رجب فرو می رفت. بلقیس که به هیجان آمده بود با صداقت اضافه کرد: داداش رجب، آخر معنی بهشت فقط این نیست که چند تا حوری اینجا و چند تا قلمان آنجا ول کرده باشند و یا مقداری شیر و عسل و شراب و انار و انگور به خورد ساکنانش بدهند. فلسفه بهشت این است که انسانها پایبند هیچ نوع مقررات و قید و بندهای آن دنیایی نباشند، با هر کسی که تمایل دارند معاشرت کنند، وگرنه اگر قرار باشد در بهشت هم من سیاه بخت بدون هیچ علاقه و عشقی منتظر شوهرم شازده بهرام بنشینم و باز کنیزی و کلفتی او را بکنم، چه لذتی از بهشت آمدن میبرم؟ داداش رجب خان، تو چرا متوجه نیستی؟ چرا نمیخوایی بفهمی؟ بهشت که دنیای خاکی نیست و همه چیز مال مردان باشد. بهشت حتی ملک تلق مسلمانان هم نیست که میان زنان و مردانشان این همه فرق باشد. در اینجا زن و مرد مطرح نیست. در بهشت زنان همانقدر آزادند و حق دارند که مردان. خدا که بهشت را فقط به خاطر گل روی مردان خلق نکرده است. این همه نعمت و زیبایی و راحتی و بیخیالی که مردان زنانه نشده است. اصلا داداش، تو چرا فکر میکنی که میان مرد و زن باید اختلاف باشد؟ مگر زن آفریده خدا نیست؟ مگر خدای زنان با خدای مردان فرق دارد؟ حاج رجب با شنیدن سخنان عتابگونه خواهرش با خشم بیشتر و غضب فراوانتر گفت: خواهر، ما مسلمانی، در دین و مذهب ما میان زن و مرد فرق است، خیلی هم فرق است. مگر به قدر و قیمت و ارج و قرب زن در اسلام واقف نیستی؟ مگر نمیدانی در اسلام ارزش وجودی زن نصف مرد است؟ مگر نمیدانی مرد مسلمان 2 برابر زن مسلمان ارث میبرد و در دین اسلام شهادت 2 زن مساوی شهادت 1 مرد است؟ مگر نمیدانی که بنا به گفته قرآن زنان فقط کشتزار مردانند؟ و مگر نمیدانی که یک مرد حق دارد 4 زن عقدی و هر چند تا زن صیغه که میلش بکشد بگیرد، ولی زنان مسلمان حق ندارند حتی به مردان دیگر نگاه کنند؟ تو مگر این فرق ها را نمیدانی خواهر؟
مگر ناسلامتی تو جزء امت مسلمان نیستی؟ تو چطور میخواهی یک زن مسلمان را برابر یک مرد مسلمان بگذاری؟ این وظیفه ما نیست که برای خدا و پیغمبر تکلیف تعیین کنیم. ما که نباید خلاف گفته های خدا و پیغمبر و قرآن و شرع عمل کنیم. بلقیس که از بیمنطقی، درشتگویی و قشری معابی برادرش به تنگ آمده بود، پرخاش کنان جواب داد: ببین داداش عجب، من که عقلم نمی رسد، ولی رو کراست بگویم، گمان نمی کنم که این دستورات ربطی به خدا داشته باشد. اگر هم داشته باشد که شک دارم، مربوط به همان دنیای خاکی است و البته هم فقط مربوط به مردان و زنان مسلمان است. تا جایی که من می دانم و اینجا هم شنیدم، در سایر ادیان بین زن و مرد فرق زیادی وجود ندارد. مثل اینکه خدا همه نابرابری ها را فقط برای ما زنان مسلمان در نظر گرفته است. اما به هر حال در اکثر جوامع، به خصوص جوامع غیر دینی و لائیک، این تبعیض غیر انسانی ادیان ملغا شده و متاسفانه تنها در جوامع مسلمان این بی‌انصافی نسبت به زنان همچنان پایدار مانده است. راستش را بخواهی، من و شاه غلام در دنیای خاکی هم که بودیم، دور از چشم همه شما و بی آنکه گوش از گوش خبردار شود، همدیگر را دوست داشتیم. چون هر دو هم می دانستیم که بخت آن را نداریم که با هم زندگی کنیم، بنابراین قرار گذاشتیم با عبادت، تقوا و پرهیزگاری به بهشت بیاییم و در بهشت به هم برسیم. بعد از حادثه‌ای که برای من پیش آمد، شاه غلام آنقدر در عشق و عاشقی صمیمی و صادق بود که از قصه مرگ من مریض شد و مرد و در اینجا به هم پیوستیم. از آن روز ما لحظه هم از هم جدا نشدیم، جدا هم نخواهیم شد. حاج رجب که هرگز بلقیس را این گونه اهل بحث و گفتگو ندیده بود، به رغم اندرون پرجوش و خروشش خاموش بود و بلقیس از همین فرصت استفاده کرد و دنباله حرفهایش را گرفت. شما تازه به بهشت اومدی و به اوضاع و احوال اینجا آشنا نیستی. بهشت برخلاف آنچه شنیده بودیم جای چندان خوبی نیست. هیچ کس از اینجا راضی و خوشنود نیست. همه کسانی که به بهشت آمدند دلشان لبریز و سرریز از قصه است. از این گذشته اعمال و رفتاری که در اینجا رواج دارد باعث شرمندگی هر انسانی است. در اینجا مردان و زنان آنچنان در بیهودگی غوطه برند که تصور آن هم شرم‌آور است. ما جزء آدم‌های استثنایی هستیم. عشق و علاقه ما به یکدیگر زبانزد خاص و عام است و همه به ما حسادت می‌کنند. تا به امروز نه شاه غلام مزه حوریان بهشتی را چشیده و نه من طعم قلمان‌ها را، در حالی که دیگر زنان از صدر تا پایین شب و روز در گوشه و کنار بهشت مشغول فسق و فجورند. حرف‌های صادقانه بلقیس بالاخره به دل برادر نشست. او را در آغوش گرفت و بوسید و شاه غلام هم که در حال عصبانیت به او پرخاش کرده بود پوزش خواست. شاه غلام هم که همیشه به حاج رجب علاقه‌مند بود، شادمانه او را در آغوش گرفت و آمدنش را به بهشت خوش آمد گفت. آنان چند روزی سرمست از دیدار یکدیگر و شادمان از به یاد آوردن خاطره‌های گذشته در کنار هم بودند و بی‌اعتنا به آنچه در جوارشان می‌گذشت خوش می‌گذراندند. در تجدید این خاطرات بلقیس به برادرش گفت که مادر را هم در بهشت یافته است که دست از قلمان شست و با کسی که بسیار دوستش دارد روزگار می‌گذراند. حاج رجب سراسیمه و خشمگین پرسید: مادرمان؟ و آنگاه در حالی که در برابر شاه غلام احساس شرم می‌کرد، با صدای محزون و آمیخته با بغض پرسید: با کی؟ با شخصی به نام حاج علی. مادر می‌گفت سر گذر ما بقالی داشته و از همان زمان‌ها خاطرخواه مادرمان بوده است. حالا در بهشت حاج خانم رو پیدا کرده و دوباره گل عشق و عاشقیش از نو شکفته شده است. اگرچه حرف‌های بلقیس پس از تجربیات بهشتی برای حاج رجب باور کردنی شده بود، اما هرچه فکر می‌کرد نمی‌توانست در و تخته این قضایا را با هم جور کند. او مرد مؤمن و متعصبی بود که در یک خانواده مشهور به پاک دامنی و عفت و عصمت بزرگ شده بود. هیچ منطقی نمیتوانست او را قانع کند که مادر مؤمنش با حاج علی بقال روی هم ریخته باشند
و به اصطلاح عشق و عاشقی پیشه کند. تا آنجا که به یاد داشت مادر را همیشه بر سر سجاده نماز و در حال عبادت دیده بود و یقین داشت غیر از پدر و شوهر و برادر و فرزندانش چشم هیچ مرد دیگری به صورت او نیفتاده بود. در باور حاج رجب نمی گنجید که چنان مادری در چنین بهشت خدایی با حاج علی بقال روی هم بریزد. اما وقتی ماجرای سکینه سلطان و یا همین داستان عشق بلقیس و شاه غلام را به یاد می آورد، ناگزیر به مادرش نیز حق می داد که با حاج علی یا هر کس دیگری ارتباط داشته باشد و یا مثل سکینه سلطان با غلمانی نرد عشق ببازد. حاج رجب کم کم می فهمید که آداب و رسوم دنیای خاکی در آخرت و بهشت اعتبار ندارند. او نمی دانست در آن دنیا بر مادرش چه ها رفته است که به جبران آن امروز در بهشت به رفیق بازی افتاده است. از همه اینها گذشته فکر می کرد مادرش اگر چنین نکند چه کند. با خود می گفت اگر شوهر این زن یعنی پدرش اهل دوزخ شده باشد و یا در بهشت باشد و مثل همه مردان مؤمن با یک دو جین حوری و غلمان مشغول باشد و لاجرم به زن پیر و مؤمنه خود توجه نکند، تکلیف مادرش چیست؟ مگر به پدر او ایرادی گرفته می شود که به مادر او گرفته شود؟ حاج رجب اندک اندک به این نتیجه می رسید که باید چنین باشد. دلیل ها یکی پس از دیگری به ذهنش نفوذ می کرد. می اندیشید به کدام دلیل زن باید از همه مزایا محروم باشد و به دلیلی ناشناخته و غیر منطقی نقشی دست دوم را در عرصه بشریت بازی کند. 1400 سال قبل شاید، آن هم فقط شاید، مصلحت چنین بود که مدعی شوند سهم زن نصف سهم مرد است. ولی امروز چه؟ امروز که علم و دانش ثابت کرده میان زن و مرد فرقی نیست و همه چیز معیارهای تازه یافته است، چرا باید حتی تلنگری به این تبعیض نخورد؟ زن هم باید مثل مرد آزاد باشد و هر آنچه که دوست دارد انجام بدهد، نه آنچه دیگران مستحقش می دانند. حاج رجب که جهان فانی و دنیای باقی را روی خطوط موازی در ذهنش ترسیم و مقایسه می کرد، در خیشتن خیش به این نکته دست یافت که به راستی تساوی حقوق در دنیای آخرت و در میان کسانی که ساکن بهشت هستند چه فایده دارد؟ این مساوات یا اصلا چرا نگوییم بی تفاوتی باید در دوران حیات انسانها در کره خاکی برقرار باشد و در آنجاست که مفهوم واقعیش را پیدا می کند، نه در اینجا که نه بیم فردایی در کار است و نه وعده جهان دیگری در میان. و درست همان هنگام یادش آمد که در حقیقت ادیان الهی از جمله دین اسلام باعث و بانی این عدم تساوی و بدعت گذار واقعی اختلاف زن و مرد بودند. ادیانی که از آسمان آمده بودند تا زن را فقط در حد کشتزار مرد قلمداد کنند و یا شهادت یک زن را نصف شهادت مرد بدانند و یا میزان ارث زن را یک دوم میراث مرد قرار بدهند. آری، این اسلام بود که به مرد اجازه داد 4 زن عقدی داشته باشد و در همان حال به هر اندازه که میخواهد صیغه بگیرد و همزمان با هر قدر برده و کنیز که میتواند داشته باشد هم بستر شود. اما نوبت به زن که رسید، فقط و فقط اجازه داد یک شوهر داشته باشد که تازه آن هم با شرط ورود با لباس عروسی و خروج با کفن سفید همراه بود. بله، اسلام بود که زن را به زیر حجاب برد و طلاقش را بدون حضور او مجاز دانست و حتی به شبه گناهی یا تقصیری سنگسارش را به دست مردان واجب شمرد. جزایی که در انتظار هیچ تنابنده الرحمن و الرحیمین گوی دیگری نیست، به جز زنی که مادر همان مردان است.